والا یه دیوونه، صدها سال پیش زود از خواب بیدار شده، حوصله‌اش سر رفته، بعد با خودش گفته چیکار کنم من حالا؟ گفته بذار حداقل برم سر کار. آخه بابا تقاص این انتخاب مزخرفشو چرا باید من بدبخت بیچاره بدم ها؟ چه نیازی بود آخه برادر؟ بیکار میشستی تو غارت، زندگی تو میکردی دیگه. اون دیوونه حوصله‌اش سر رفته، رفته سر کار. خب بقیه چرا ازش حمایت کردن؟ منم نمیخوام برم. اما عزیزم خیلی عادیه که تو نخوای بری سر کار، چون دیگه برای تو از کار بودن خارج شده، شبیه شکنجه شده. به خدا این شکنجه همش به خاطر بابای منه. اگه به خاطر پسرش از من پول نمیخواست مجبور نبودم منم برم وام بگیرم دیگه، اون وقت الان مجبور نبودم برم سر کار. ایپک اگه پولو جورم کنیم من نمیخوام از کارم بیام بیرون، برای همین ناراحت نشو. همینطوریش هم حرفایی که درود به آستی زده اعصابمو خراب کرده. آه این وقت روز کی میتونه باشه؟ ای بابا مراد داره زنگ میزنه، مراد زنگ میزنه. چرا به من زنگ میزنه؟ تو بر نداری که نمیفهمی. بفرمایین مراد خان. کجایی؟ تو راه هم. کدوم راه؟ باید باشم تو راه شرکتم دیگه. نه بجز اون. بجز اون چی؟ خوبی؟ آره ولی چرا میپرسی؟ هیچی، امروز خیلی کار داریم، از خارج از کشور مهمون داریم، بهت نیاز دارم، دیر نکن. باشه زود بیرم. باشه. یوهو، این الان یعنی چی؟ دیوونه است دیگه. آخه چرا اینطوری میگی؟ شاید طرف خواب تو دیده، برای همین نگرانت شده به زنگ زده تا ببینه حالت خوبه. یا مراد منو تو خوابش ببینه؟ تو خوابم ببینم باور نمی کنم. مراد خان میشه لطفا یکم برامون توضیح بدین؟ مراد خان برامون توضیح بدین لطفا. لطفا برامون توضیح بدین. برین کنار لطفا. مراد خان این فقط یه تبلیغاته. مراد خان بعد ازدواج با چیدم خانم توی یه خونه زندگی میکنی؟ لطفا بهمون توضیح بدی. دوستان اگه لازم باشه توضیح میدم، برین کنار خواهش میکنم. انگوشت در دستتون نیست، باز از هم جدا شدین. چیدم خانم رو میبینین؟ کافیه برای کارتون احترام قائلم، ولی این چه وضع شاخه؟ این سری شست بیدین، مردم رو اینجا حبس کردین. زود باشین پراکنده بشین وگرنه مشکل به وجود. شما چیزی میدونین؟ شما توضیح میدی؟ بس کنین دوستان، بفرمایین برین. برو. چرا باز این کار نمی کنه؟ شاید به خاطر این که دکمه رو اشتباه زدی. آه یعنی تقصیر منه؟ آره منظورت اینه؟ چرا سر من داد می زنی؟ مگه من چی کار کردم؟ داد نمی زنم. آره می بینم. شما بهونه لازم رو به خبرنگارا دادین، اونا هم دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، عادیه. در مورد چیزی که نمیدونی علکی حرف نزن. آکو چرا من انگشتر دستتون نمیبینم؟ معلومه که توی خونه هم زندگی نمیکنی. این موضوع اصلا به تو ربطی نداره. آره به من چه مربوط، به خبرنگارا مربوطه. صبح بخیر آقا مراد، جلوی ساختمون پر از خبرنگاری دیدم، کلی آدم هم زنگ زد. از تو چی میخوام؟ در مورد رابطه شما و چیدم خانم. به تو ربطی نداره فهمیدی؟ منم همینو گفتم. نگو از کی تا حالا تو کارایی که بهت مربوط نیست دخالت میکنی ها؟ رابطه من به تو چه ربطی داره؟ به اون چه؟ به همه چه؟ پس من کار روزانتون رو بهتون خلاصه میگم، امروز هیچ ملاقات و جلسه ای ندارین آقا مراد. اونم نگو، مگه کسی از تو برنامه روزانه خواست؟ زود باش قهوه‌مو بیار. میخواستم تو اتاقش بگم. خوب شد که نگفتی، امروز عصبانی حرصش رو سر همه خالی میکنه. خوش اومد.
اومدی ای پرنس بدشانس. برای تو مثل سرنوشت خودم یه قهوه سیاه آماده کردم. خیلی ممنون تو با. همه چی رو برای؟ دنیا میان، بزرگ میشن و میمیرن، اما بعضیا زنده زنده میمیرن، دقیقا مثل تو. زندگیت پر انرژی، هنوز خیلی جوون بودی، ولی سرنوشت تو رو به اینجا کشوند، مثل سوسکی که داره جون میده داخل تارنکبوت گیر افتاده و دست و پا میزنه. تو هم تسلیم شدی. خیلی ممنون از تشویق. دلم میخواد خون گریه کن، اما تا وقتی من تو زندگیت هستم این وظیفه کس دیگه نیست. میخوای؟ نه. مجبوری؟ آره. راه فرار هست؟ نه. تو با موضوع چیه؟ متاسفانه باید در مورد کت و شلوار دامادیت حرف بزنی با هم دیگه. تو با خوبی؟ با همین دستا باید کت و شلوار دامادیت رو بدوزم. برات کاتالوگ آوردم. من نمیتونم نگاه کنم. از این پرچه ها و مدل ها یکی انتخاب کن. فوراً میخوام تمومش کنیم چون دیگه تحمل ندارم. عشق لفتن انلمان.